بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر ناصر المعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المعصومین المتجهین. امام الموحدین، امام معصوم، برای فرزندشان نحوه صحیح فکر کردن در این جهان را و نحوه صحیح عمل کردن را متذکر می شوند تا فرزندشان به ثمر برسند و حاصل فعالیت هایشان به پوچی و سردی نگرد. همه اضطراب انسان آن است که حاصل تلاشش به بی نتیجه ختم بشه و امام موحدین نوع تفکر و نوع عمل را آنچنان که زندگی را از پوچی و بی ثمری درآورد به فرزندشان و به همه انسان ها گوشزد می کنند. با این دید اگر فرمایشات امام را نگاه کنید می بینید که قضای اساسی جان و عمل هر انسان است. انسانی که دقدقه پوچی زندگی ندارد عظمت این سخن ها را حتما نمی‌داند. انسانی که زندگی خیالی خودش رو ترسیم کرده است عظمت زندگی معنوی و جدی و عقلی و حقیقی که امام معرفی می کند رو نخواهد شد. عمده آن است که من و شما برسیم به این که اگر به شدت مواظب نباشیم روز پرگی ها و پوچی ها فرصت را می رو باید حیات را خاموش خاموش خاموش. بیدار دلانی رو به مقام حکمت علمی می آورن که متوجهن بی حکمتی، سستی، سکوت، پوچی، گمراهی و سقوط است. امام معصوم در سخن میگه، یعنی سخن تضمین شده است. عمده اینجاست، ما ترسیمگر آینده نیستیم، ولی امام معصوم تضمین کننده آینده است. اگر امام معصوم نبود هر چه سخن که خوب باشه ما نمیدونیم آینده چه مفهومی است. یعنی هر سخن خوبی اون چنان نیست که ما تمام زندگی رو در اختیارش بذاریم. دقیقه داریم در صورتی که وقتی امام معصوم سخن میگه دقدقه دیگه از خود داریم نه از امام. دقدقه داریم که اگر عمل نکنیم ساقطیم، ولی اگر امام معصوم سخن نمیگفت یه دانشمند بزرگ سخن میگفت ما نمیدونستیم چقدر حق داریم. خیلی عجیبه. اول باید بفهمیم، به قلبمون بفهمانیم چی داره سخن میگه، اون وقت یه همچی کسی میفرماد که ای پسرم زیاد یاد مرگ باش، آماده باش که مرگ با تو رو به رو میشود. و اون وقتی که با تو رو به رو میشود تو را غافلگیر نکند، با یاد مرگ پرهیز کاریت رو تقویت کن و کمر همت را ببند تا نسبت به مرگ آماده باشی.
فرهیزدگی اهل دنیا نسبت به میل دنیا تو را نرباید و پریدن اهل دنیا بر هم دیگر تو را تحریک نکند که تو نیز در این پریدن به میدان بیایی. خداوند دنیا را به تو معرفی کرد و دنیا خودش را به تو نشان داد، زشتی ها و مصیبت هایش را به تو نمایاند. دنیا آنچنان است که اهلش را چون سگان پارس کننده و درندگان حریص به دریدن تربیت می کند، بر سر هم زوزه می کشند و قدرتمندانشان ضعیفانشان را له می کنند و بزرگانشان کوچکانشان را در تسخیر خود قرار می دهند. اهل دنیا چار پایان رها و مقیدند که عقلشان گم و هدفشان پوچ و تلاششان زحمت بی‌ثمر است. اهل دنیا را نه هدایتگری هست و نه جهتی. دنیا آنها را به جاده تاریکی و کوری می کشاند. دنیا چشمانها را از مناره های نور و هدایت بر می گیرد. کشی آنها در دنیا آنها را به حیرت و گمراهی می برد و قره او فی نعمتها فرزندن. اهل دنیا در نعمت دنیا فرق می شود و تفضوها ربها و اون وقت دنیا را پروردگار خود می گیرد. از کبیر خشک پرسراب دنیا میوه های نجات میتررن، مستان کم عقل کور چشمی میشوند که دنیا را رب میگیرند و از رب غافل میشوند. و لعبت بهم و لعب رو به واقعا جلوی چشم ناسون است و لعبت بهم و لعب رو به دنیا بازیشان میدهد و اینها بازی میخورند. خیلی عجب گاهی آدم که مگه میشه که اینا این حرف بزنه و مردم بپذیرن. مثلا اگه به اهل دنیا بگی که اگر این پولت رو به این دوستا بدی که بتونن یه موتور سیکلت تند رو بخرن و بهتر دزدی کنن و چیز بزنن، پولت رو سر دو ماه دو برابر بدمیدن میدن. آخه اینا که قبول داره چون دزدن لفت فکر کن، آخه دزد که پول رو برنمیگرده بگه. اهل دنیا اینجوری هم که در حماقت نفس قرار بگیرن. شما این ترسیم ما ببینید، اون آقا اینا دزده، اهل دنیا رو عرض میکنم نه مؤمن، این آقا اینا دزده. اگه پول بدی یه موتور تند رو بخرن بعد بهتر دزدی کنن، پول تو را دو برابر میگه باش. اخ من از شما سوال دارم، دزد پولی که بگیه برمیگردونه؟ چند وقت پیش خیلی عجیب اصلا باورش نمیاد، یکی از این خانواده های اهل بوشهر که مقیم اصفهان اومده بودن گریه بزار که بدبخت بدبخت. چرا؟ یه خونه داشتیم، بعد یه قاچاقچی اومد با پول به من بده یه لنج بخرم که بتونم بهتر قاچاق ببرم، بعد سر یک سال دو برابر پول دونم. ما با خونم اینا فروختیم 3 میلیون دادیم به این آقای قاچاقچی.
بعد یک ماه بعد گنجش توقف کردن خودشان زنده. حالا گریه کنه چکار کنه؟ چکار کنه؟ برو ببینید جین دنیای این قصه اینقدر این جمعه میگه بازی میدهد احمش را و بازی میخورد. گاهی آدم نه چیزوری یا یه حرف را قبول میکنه، یه چیزایی را آقا قبول میکنه که اصلا هیچ عقل عادی در شرایط عادی قبول نمیکنه. چرا؟ چون که عقل دنیا یه چیزای عجیب و قدیب را اگه کسی براش دنیا جدی شد و مرد را ندید و حیات موقت دنیا رو ندید همه چی بشه میکنی کم؟ نمونه باقای اینیه دیگه تا حالا شده یکی پولش رو بده دیگه قاچاق چی و بعد مثلا دو برابر بهش بده و چرا همه قاچاق چی ها زندان هم اونام که زندان نیستن که از زندان برسن مثلا ولی میبینید اصلا فرق برشون میکنه اهل دنیا بازی میخورن و دنیا بازیشون چشم نداری طوری نیست امیر المومنین که چشم دارد دست خودونو بزید به یه چشم دار وقتی میشه وقتی که این دیوریشون دنیا آدم ها رو بازی میده و بازی میکنن این جمله آخرش خیلی هست و نسو ما ورا وقت ما برای دنیا رو همه شد اصلا دیگه اهل دنیا بالاتر از دنیا حقیقتی نه دنیا تو دنیا گره تو گره مصیبت تو مصیبت کلاف در کلافه از این در به اون در اصلا تمام زندگیشو میشه که درهای بسته دنیا رو بزنند و تمام و نسو ماورا و اصلا دیگه ماورا دنیا که جدی ترین شدید ترین نورانی ترین پر کمال ترین واقعی نخواست چیه بسن نمیبینه تمام هست فرق نمی کنه اگر دنیا دوست شدی اگر مرگتون رو نتونستین تحلیل کنی اگر افقهای بلند روحتون را به کرانه های فوق بدن نینداختی در دیوار دنیا اونچنان له میشی که هیچ چیزی در دنیا را نمیتونی بفهمی چرا چون درگیر دنیا میشی شما حساب کنید یه کسی وسط یک دریا غرق بشه و در چنگال امواج قرار بگیره این جز در رفتن از چنگال امواج میتونه اصلا به جایی فکر کنه نمیتونه اگه کسی در چنگال دنیا قرار گیره خودش رو انداخت که دهن نمیتونه بالاتر فکر کنه مهم اینه که تو بر بالاتر بشین و علل ارائک متکلی و فهمیدانی که روز قیامت صورت مؤمنانی که بالاتر از دنیا نشستند را شما میبینید و انشاءالله هستید بر علیکه های تفکر و عمل فوق دنیا نشستید و بر بقیه دنیا میبینید و علم ارادی که منتشون بر علیکه علیکه روز قیامت فکر با فکر تخصا مثل همین دنیا ادهی با تفکر محدود دیدن دنیا فوق دنیا یعنی بر دنیا نه در دنیا یه دهی روز قیامت در جهنم هم همون هم که در چنگان دنیا خدا با یک شب و یک بار بودن که این مسائل حل نمیشه یک امام معصوم به نصیحت بنشینید و بخواد اصاره کل حیات خودش به فرزندش بگه ببینی هر فرقی که دو روز و سه روز تمام میشه
خیلی دیگه هی بگید مالک یعمت، مالک یعمت. چرا شما در هر نماز توجه به قیامت دیام بدین دیام؟ یعنی که افق رو باید نسبت به قیامت تزدیه و تحریف کنه دنیا. مالک یعنیدین یعنی میکشه خودش و در رویا روی خدا در بیان نماز بزاره رویدن رویدن یسفر الظلام یسفر الظلام که انقد وردت الازعام یوشک من اسرع ان یلحق. فرصت بده امام داره حرف بزنه، فرصت بده مخلص بده یسر الظلام تا پرده تاریکی حجاب دنیا کنار رود، انگار که قافله مردم در رسیدن به محشر واقع شده، انگار قافله این که جهانیان به قیامت برسند واقع شده است. چند یه ام نداریم یه چند ندار. انگار قد وردت از آن که محمل ها وارد شده فرصت نه. اینا مال من شما هر چه بیدارتر باشید بیناتری. اصلا این حرفای بسیار خواب‌آلود ذهن شما بیرون که نمیدونم خب بس وقتی پیر شدیم این احساس رو دارید؟ نه آقا، وقتی هوشیار شدید این احساس رو دارید که زبانتون زبان امیرالمومنین چه که حس میکنید انگار محمل‌ها و شترهای سیر کننده به محشر انگار وارد شده. قشنگ آدم خودش رو اونجا حس میکنه. حتما اینجوریست. خوش ها به حالتون اگه همچه احساس داشته باشید. آقا خدا میدونن ولله که از آفتاب فلک خوبتر شد. من هر چه بر چهره حال شما نگاه میکنم اونها دو یکمی مشکل دارید که هنوز خودتون رو در قیامت میابید و به اندازه ای که خودتون رو در قیامت میابید هیچ مشکل نیست. خدا نید. خدا من همینطور گاهی من به چهره برادر نگاه میکنم میبینم خیلی خوب استعدادن ازش، ولی فقط همین آرزو میکنم که ای کاش این حد زندگی دنیا رو میدیدن تا خودشون رو بگرمان بکنن. یعنی تنها چیزی که آدم نگران است برای عزیزان این نشناختن حد زندگی دنیا است. آقا لجد مال میکنی حد زندگی دنیا را درست بشناسید تا خودتون رو لگدمال نکنید. کم قد وردت از آن یوش کمن از سعن یله. این مجده به ماست، میگه که اون که بدود میرسید، اون که بدود نه اون که پیر بشه با جمله بعد کمکمون میکنه. میگه پسرم، حالا نرسیم به پسرم، یوش کمن من اسرع، یعنی سرعت گرفتن دیگه، من اسرع ان یلحق یوشکم، اونی که سرعت بگیره که به خیر قیامتی و به خیر قیامتیان برسه یوشکم میرسه. من اسرع ان یلحق کسی که تلاش کنه که خودش در قیامت بیابه میابه. چی شد؟ خود پیامبر، پیامبر میفرماد الان قیامتی قائل. وقتی به این جمله فکر کن، میگه همین حالا قیامت من قائل نیست، یعنی من همین حالا خودم رو در قیامت میابم. ما کجا؟ لا کش فلقتا مزدت یقینا. همین رو اگه پرده ها عقب بره هیچ چیزی به من اضافه نمیشه. یعنی چی؟ یعنی من پشت پرده، یعنی من فوق این حجاب ها، یعنی مردن ما را به مرگ نزدیک می کند یا تلاش برای پریدن از دنیا. فرمود که چی؟ تو حد دنیا را بشناس
ذکر موت رو کثیر کن، زنده میشی، بیدار میشی، چشم قدرت تحلیل زندگی و قیامت پیدا میکنه، واقعیت شناس میشی. نمیرو باید تان خیال ها بنده نمیفرمد چیز وعلم یا بنا یا خیال خدایا به حق امیر المؤمنین و به حق امام حسن علیه السلام قوت قلبی درای حسنی واقعیات مادم. وعلم یا بنی ان من کانت مطیت اللیل و النهار فانه یصار بهی و امکان وادها و یقطع المخافت و امکان مقیما وادها. ای پسرم بدان، پسر جان، بدان که کسی که مرکبش شب و روز شما سوار روان شب است، بدان کسی که مرکبش شب و روز است به وسیله شب و روز راه می پیماید هر چند ایستاده باشد و مسافت زندگی را طی می کند هر چند که مقیماً وادعا ایستاده و آرام و باقرار باشد. یعنی نیک بنگر ما نشسته می کنیم، دم به دم ما سافر راه نوینم، نیک بنگر ما نشسته میدهیم، همین که هستیم داریم میریم. نه این نشد که هستم اگر میروم، نه همین که هستم میروم، هستم اگر میروم، گر نروم نیستم، نه همین که هستم میرم. چشم رو مومن خدا مولا صدرا رو رحمت کنید، اونم از طریق حرکت جوهری همین رو ثابت کرد. این چشم علدی اون فرمود این ماده این حرکت هست. پس همین که تو در عالم ماده هستی در سیر بودن ماده این حرکت هست. امام خیلی تعبیر عجیبی داره، میگه کسی که متیه، متیه یعنی اون عصبی که آدم سوار میشه، من کانت متیت و هو متیت و اون لیل و نها، کسی که مرکبش شب و روز هست. شما ببینید شما نشید شب و روز داره میره زیر پای شما، فانه یصار بهی، اون آدم به وسیله شب و روز داره میره نه وقت پا. پس شما دارید میری و این کانوان با هرچند اون آدم واسطه باشه، واقف باشه، متوقف باشه، داره میره. شما بدانید بودن دون رفته هست. پس اصلا از این حرفا نزنید که نمیرسی، چشم دو باز کن، در صحنه قیامت هستی والله، هستی، داری در زندگی هستنت رو برای خودت پرده برداری میکنی. گاهی هم نه، گفت اگه پرده ها بره در من چیز جدیدی نمیبینم، یعنی بودنم در محشر رو همین حالا میبینم. ما در روایت داریم هر کس بگه بعدن قیامت میاد از ما نیست، یعنی معرفت علوی علیه السلام و فرزندان علی علیه السلام اینه که همین حالا قیامت هست، مثل خدا هست، تو بهش نرسی، تو بهش نرسی. بعد می فرماد که پس تو مقیمی هرچند که ساره داری سیر میکنی، یعنی اینجور است که این سیر تو رفتی به تو ندار. حالا اگه رسیدی و نفسندیدی وقت چه میکنی؟ دیدین بعضی از این افراد رو که معتاد هستند، حالا این معتادها گاهی وقتی ازشون اون ماده مخدر رو میگیرن که دیگه اعتیادش نگذاشتن زنی، حالا چقدر فرق نمیکنه؟ هیچی، چون وقتی ازشون گرفتم که اینا دیگه به ماده مخدر معتاد نیستن. بعضی بیچارا نه، تماما به این ماده مخدر
حالا هر وقت بگیرن چی این داغون میشه. کسی که وارد قیامت شد اگه معتاد به دنیا نباشه، حالا ازش دنیا رو بگیرم چیزیش نمیشه، حالا اگه معتاد به دنیا باشه بعد جوری سکت میگیره. امیرالمومنین داره یک شعوری رو به شخص مخاطبش میده که تو باید بدانی یا از دنیا میری، هر چه زودتر بدانی بیشتر میری. خودش از دنیا کاملا کنده شده است، هم حالا قیامت رو میبینه. شما به اندازه ای که از دنیا کنده بشید قیامتی هستید، نه به اندازه ای که عمر کنید. چه بسیار کسانی که تا عمر می کنند اصلا به قیامت نمی رسند. در قیامت هم دنیا، یعنی اینها بیچارا در حساب برکنند. و چه انسان هایی که در دنیا قیامتی هستند. پس رسیدن به قیامت کیفیت نکند، یعنی به اندازه ای که کیفیتت عوض شد در قیامتی، نه به اندازه ای که سنت زیاد شد. داستان زید حارثه، زید بن حارثه را در اصول کافی دارید دیگه، از روایات خوب ما در شیعه اهل سنت هم نقل کردن که پیامبر صبح کردن اومدن نماز صبح بخونن. در اون جوان خوب ببین مخوام ندیده خواست بگیرم به سهش نمی کنم بگیرم دیدم اون جوانی بسیار لاغر، چشمها بود نهید، گفتن کیفه از بحت یازه چطور زدی؟ چون که خدا بود گفت داشت الله در یقین، خیلی هم سستان یقین، یعنی مقام رویت کامل خیر. زید تو که میگی در یقینا هر ادعای علامت داره، علامتش خوب گوش کن. گفت یا رسول الله همین حالا اصحاب دون را در بهش به جهنم میبینم. چی شد؟ همین حالا میبینم کدامشون در بهشت هم میبینم. و کعنه مقامش کعنه بودت امنه نبودت البته تو قسمت دومش انگار زفیر جهنم و شهیر دونه میشه. یعنی بری کیفیت هم تغییر کرد، چند میاد هم که سنی نداره، جوان هست، تاریخ میگه جوان هست. حضرت میفرماد هازا قلب و نفرن لازه، میگه یا امتحنن لازه. خدا میفرماد این قلبی هست که خدا نورانی کرده و به ایمان امتحانش کرده. یعنی سنی نداشت، کیفیتی داشت، نظام فکریش را از دنیا به قیامت کشته بود، تجزیه و تحلیل زندگانی رو با قیامت وصل کرده بود و گرفته. خیلی حرف کردم دنیا شروع به قیامت گرفته همون که خدا خواست. فرمود که پسرم فرصت بده، مهدت بده. وقتی پرده ها بردم انگار که محمل ها به صحرای قیامت آمدن، میشه دید، میشه فهمی، میشه بزرگن. خیلی عالی، عجیب است. پس حالا که رسیدیم به این که ما نیک بنگرمان شخصه میرویم، دست ما نیست، ما داریم به قیامت میرویم. هر که کیفیت بهتری پیدا کرد بیشتر میاد. ببین فرمود چی؟ دوباره تکرار میکنم، یوش تو من اسرع ان یلحق، من اسرع ان یلحق. یوش هر که بیشتر تلاش کنه کیفیتش رو شدیدتر کنه، دنیا بودنش رو ضعیف و قیامتی بودنش رو قوی کنه، میاد قیامت. قیامت یافتنی
اگه گفتن از اصول دین است، برای همین گفتن مثل خدا. میگه توحید از اصول دین نیست، یعنی یافتنی است، بافتنی که نیست. چه قیامت یافتنی است، حالا یا متاسفانه با چشم عقل و یا خوشبختانه با چشم دین. بالاخره هر دوش خوبه که میگم متاسفانه، برای اینکه بهتر از چشم عقل هست، اگر نه بالاخره یافتنی است. یا عقلا و مفهوما یا قلبا و شهودن یافتنی است. ما در روایت زیاد داریم دیگه که نظر می کردن به قیامت اولیا. خب حالا ببین میخواد اصلاح کنه ما را، میگه و علم یقینا انک لن تبلغ عملک و لن تعجب عجلک. مطمئن باش به آرزوها نمیرسی. یکی کی داره اینا را میگه؟ امام معصوم. خیلی حرف اینا. مطمئن باش و علم یقینا انک لن تبلغ عملک. بی خودی امید به برآورده شدن آرزوها نداشته باش. ولا ولن تعجب عجله، از عجلت هم نمیتونی فرار کنی. ببین چقدر جای خاصی هست، برنامه‌ریزی کن. اون چه تو نقش کشیده ای برای زندگی نمیرسی، و اون چه میخوای فرار کنی نمیتوانی. مثلا الان شما طوری زندگی میکنی که امشب بمیری، امشب بمیری. من که متاسفانه نه ممکن حالا که متذکر شدم چرا شاید، اما تنها حالا نه. خب حالا میشه که احتمال بدن شب نمیرن تمام آدم ها که میمیرن، اونایی که شب میمیرن تصورشون چیه که امشب نمیرن، اونایی که روز میمیرن تصورشون چیه که امروز نمیرن. یکی رو بجوری ممکنه دون من بعضی ها رو میشناسم میگن آخر مرگم از خون طبیعی است. بنده که یه جام درد بگیرم میگم یواش یواش باید داره میمیریم، اما خود خودم که میدونم همچی سر داره بنمیگم احتمال است دیگه. و یه چیز آقا ایشون مرگش رو میدانه؟ نه. مثل شما 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 چقدر مطمئن این امشب میمیری؟ اونایی که امشب میمیرن مثل شما بکنم شما ببین چطوری خودمونی؟ میگوی 30 ساله نموردم، پس من 30 سال دیگه هم نمیرم. خب بعد از 60 ساله نموردم، خب اگه به نابود بگیرم 60 ساله نمیردم، پس من 60 سال دیگه هم نمیرم. تو حساب خوبی هم میکنه بیچاره. تو نمیفهمد که اگر در شرایط وجودی این گیره خوردن با وجودش جنسش نرده عجبا بشر جنسش به حیات بده. جنسه مثل این نور دیگه، این نور پایین ببینید جنسش نوع مرگه، کافی ارتباطش خرد بشه. اینه شما از خواهد نمیست این نورا که هی توی اتاق میریزه چرا اتاق پری نور نمیشه، مثلا باد کنه اتاق. مگه ذرات فوتون نیست؟ البته چیز دلیتر از این حرف هست داره. خب نه، مرگ در مرگ وجود نما توی اتاق داره میریزه، نورهایی که از لام میریزه مرگ وجود نماست. یعنی نور عین نیستی نیست که چون وصلت به لام هستی یا نورانیت مینمایانه. ما هم همینطور، ما دائم از خدا داریم میریزیم فیض دائمی حقی، به خودی خود مرگ، اصالتا مرگی بالعرض وجودی، اتصالا وجود. اینا بفهمیم خوبه، نه خب فلسفی خوبه باید بدانه قلبتون رو محکم میکنه تا سخن دین رو بهتر بشه. میفرماد که گوشه کن خیلی آز، شما یه سری برنامه برای زندگی دارید قبوله؟ میگه مطمئن باش به این برنامه ها دست پیدا نمی کن. حالا چه کار کنم؟ هیچی، زندگی محدود رو بشناس بر حکم وظیفه اعلی، هرچی میخوادش. هر کدوم آدم ها که یه برنامه ریزی کردن ازشون بپرسید که برنامه دون همین بود، میگه نه این مقدمه بود، میخواستم این کار بکنم که این کار بکنم این کار بکنم. ببینه آخرش میتونه
همه ما چه زندگی عادی داریم، البته اولیا جدا، اولیا اصلا نقشه دنیایی طولانی ندارن، وظیفه دنیا یه وقت پیامبر وظیفه شد که یه برنامه‌ریزی 100 ساله بکنه، این وظیفه برنامه‌ریزی کردن، اما امید 100 سال ماندن ندارن و امید این که این برنامه‌اش را به دست خودش انجام بدن ندارن، ولی وظیفه شد که برنامه‌ریزی کنه. کن لدنیا جا کم نکت عیش و عبدا ولی آخر کم نکت همون تقدا، همین یعنی دنیا رو برنامه‌ریزی کن، ولی همواره مرگ را پشت پرده نزدیک نزدیک بشی. اگه خواستید وسیل بشید باید همچی چشمی هست. می فرماد که حالا با این دید بریم جلو، مثلا بنده نقشه می کشم 10 سال آینده چه کار کنم، نقشه می کشم تو رو، ولی می گه یقیناً بدون اون چه نقشه تو می کشی نیست، ولی اون که خدا بخواهد به دست تو انجام بده هر انجام میگیرد اگه تو صلاحیتشو داشته باشی. یه وقت خدا میخواد به دست تو فلان کار انجام بده اگه صلاحیتشو داشته باشی انجام بده، اما یه وقت شما نقشه میکشی که خب من اول دو سال اول این کار میکنم، بعدم دو سال دوم این کار، دو سال بعدم این کار، نخه نمیشه، هیچکی نشده. امام اصلا باورشون میمد که بعد از انقلابشون یه جنگ درست شد، خودشون جملهشون اینه که ما اصلا نمیدونستیم چی میشه، حتی ازشون بردن اصلا شما فکر میکردیم که حالا یه برای اصلا میرین پاریس و بعدش اصلا جریان اینه بودن، نه ولی من هرچه وظیفم بود انجام، هرچه وظیفش بود انجام. خود امام که اصلا پیش بینیم کردن اینجور میشه و یه شاه میرد و بعد یه پیه شبه مثلا لبیزان با نمیدونم بچه های تو فرح‌آباد بچه حوانی و حوالی با گارد دهواشون میشه و بزن بزنه تا پیش از ظهر روزه مثلا 21 یهو فتح میشه، نمیدونم تهران میهن چی بارش میشه، هیچ کس فکر. امام عظمتش این بود که خدا دوستش داشت که به دست این مرد بزرگ اون چه میخواهد بشه بشه. برای همینم امام خودش خوب بیدار بود، گفت 22 بهمن یوم الله هست، یوم الله یعنی چه؟ ظهور اراده خاص خدا. امام خوب میدونه، مردم ممکنه بگن بارکلا امام عجب زرنگی کرد، گفت حکومت نظامی را نپذیری نپذیرفتن پیروشن، نه ایشون اون چه که حس میکرد وظیفش از انجام. آیا امام به آرزوهاش رسید یا امام به وظیفش نائل شد؟ به امام فرمودن که چه حالی داره، گفت هیچی. آرزو که میگن یعنی برنامه‌ریزی دنیایی ها. یاد شما از خدا میخواد که خدای من بنده خالص تو بشم، اینه که آرزوهای دنیایی نمیگن که. شما فکر نکنید، میخوام این جمله آخر جمله باشد که این قسمت ها، شما فکر نکنید که آرزوهاتون برایتان حتمی تا زندگیتون رو وقت آرزوهاتون بکنید. خدا که هچکا کنیم وظیفه شما در مقابل خدا سرمایه شما، زندگیتون رو صرف وظیفه دید. گفتم آخرین جمله به دلم نشست، یه بار فکر. اگر فکر کنی که این آرزوها دستیافتنی است، الا ماشاءالله تمام انرژی ها تو صرف عملی شدن این آرزوها میکنی، نتیجه چی میشه؟ عمرت خلاص، آرزوها دست نایافته، این بد زندگی. حالا اگر برسی که نه، تکلیف من حیات من هست، یا صحیح تر بگم انجام تکلیف من حیات من هست، بخ بخ به اینجا انجام تکلیف من حیات من هست. پس اصلا آرزوهای بلند دنیایی ندارم که زندگی ما گرفتارش کنم، تکلیف من حیات من، خودم رو صرف تکلیف میکنم، این میشه سرمایه. خیلی سرمایه خوبی، خیلی خوبه.
خودی بکن. امام داره میگه آن میگه وعد یقیناً انک لن تبلغ عملک، مطمئناً به آرزوده. میدونم بگوی که اه از اینا که رفیدن که نه، از خودشون داره. من میگم که آرزو من اینست که یه ماشین داشته باشم، بعد فلانی داره میگه خودمون خوشا به حالش به آرزوش رسیده. نه، اون به آرزو تو رسیده، نه به آرزو خودش. کلا سرت نره، اون آرزوش نیست. به ترتیب اگه من کنکور قبول شم چقدر خوبه، بعد فلانی که قبول میشه میگه خوشا به حالش به آرزوش رسیده، اون آرزوش
اللهم صل على محمد وآل محمد.